در ایران برخلاف سالهای قبل مراسم چهارشنبه سوری را در روز نخست ماه رمضان بیش از همیشه به مراسم رقص و آواز اختصاص دادند و در برخی شهرها فریاد آزادی سر دادند. آنها با رقص و آواز و شادمانی این سنت خاص را با اعلام تفاوت سبک زندگی و ارزش‌هایشان با نظام آخوندی با انتشار آنها از طریق رسانه های اجتماعی به همه جهانیان نشان دادند که با گسترده ای در همه رسانه های رسمی خارجی و رسانه های اجتماعی داشت و صدای قدرتمند زنان را در مخالفت با نظام حاکم بار دیگر گسترده تر از همیشه نشان دادند. این در حالی است که خامنه ای و بسیاری از رهبران مذهبی مراسم چهارشنبه سوری را حرام و یا مکروه دانستند ولی نتوانستند در این زمینه نظر مردم را جلب کنند. هرچند مانند سالهای قبل برخی جوانان مراسم چهارشنبه سوری را به جای انجام مراسم سنتی یا تاریخی با انجام عملیات پرخطر انفجار نارنجک و ترقه و استفاده از سایر وسایل آتشزا سپری کردند. این در حالی است که پیش از آن فعالان رسانه‌ای در پیام‌های مجازی تاکید کرده بودند که در چهارشنبه سوری سال جاری به جای انجام اقدامات پرخطر مردم تلاش کنند تا بیشتر سنت های فرهنگی مربوط به این آین را اجرا کنند تا اقدامات پرخطر آن را با این حال در شهرهای ایران در شب چهارشنبه سوری جدا از مراسم رقص و آواز و شادمانی در برخی موارد صدای انفجار اقدامات پرخطر تا نیمه شب ادامه داشت نتیجه ی این اقدامات پرخطر و استفاده از مواد آتشزا و مواد منفجره طبق گفته معاون درمان وزارت بهداشت افزایش 25 درصدی مستومان چهارشنبه سوری نسبت به سال گذشته بوده است. بنابر گزارش ها تعداد مصدومان حوادث مربوط به چهارشنبه سوری از ابتدای اسفند تا شب چهارشنبه سوری به هزار نفر رسیده که در بین آنها 430 مورد سوختگی، 330 مورد آسیب به چشم و 74 قطع عضوی وجود دارد. ضمن اینکه ها حاکی از این است که تعداد زیادی از این ره رهگذر بودند. همچنین به گفته یه جعفر میاتفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، پانزده نفر نیز در حوادث مربوط به چهارشنبه سوری از ابتدای اسفند ماه کشته شدند پس از جنبش 1401 تلاش می شود که بسیاری از آینها در ایران بحانه برای یادآوری کشته شده های سالهای اخیر باشد و به یاد کسانی برگزار شود که در سالهای اخیر در اعتراضات خیابانی در ایران کشته شدند. اما در نهایت با وجود این تلاش ها همچنان این نوع سنت ها نیز وجود داشت. به گفته برخی تحلیلگران و کارشناسان اجتماعی، دلیل تبدیل چهارشنبه سوری از یک مراسم آینی به صحنه جنگ و انجام عملیات پرخطر، مقاومت‌هایی است که در جمهوری اسلامی و از ابتدای انقلاب نسبت به انجام مراسم آینی ایران باستان وجود داشته است. به گفته کارشناسان اجتماعی تلاش جمهوری اسلامی برای توقف مراسم آینی مانند چهارشنبه سوری شب یلدا جشن مهرگان و موارد مشابه علاوه بر اینکه مراسم را از ذهن کودکان و نوجوانان پاک کرده معنی آن را هم در ذهن آنها تغییر داده و موجب شده که آنها درک درستی هم از این مراسم نداشته باشند و تصور کنند که مراسم چهارشنبه سوری محدود به همین آتش بازی ها و انفجارهایی است که در این مراسم انجام می شود. پیش از این در شب چهارشنبه سوری مراسم قاشقزنی زنی و همچنین دید و بازدیدهای خانگی انجام می شد که در سالهای اخیر و به ویژه در سه دهه اخیر همه ی آنها به فراموشی سپرده شده است و جای خود را به انجام اقدامات پرخطر داده است. به تازگی یکی از افراد دستندرکار در محیط زیست هم گفته است که انجام عملیات پرخطر در شب چهارشنبه سوری موجب سکته حیوانات و پرندگان می شود. صرف نظر از غیر علمی بودن و نادرست بودن این اظهارات چنین اظهاراتی گرچه به ظاهر با هدف دور نگه داشتن مردم از انجام عملیات پرخطر چهارشنبه سوری انجام می شود اما در واقع نشان دهنده مقاومت و نارضایتی از انجام مراسم چهارشنبه سوری هم هست که به اظهار نظر غیر علمی هم منجر می شود اگر جمهوری اسلامی دغدغه انجام چهارشنبه سوری طبق سنت های آینی را می داشت بیش از هر چیز به تثبیت این آین ها اقدام می کرد ولی اکنون حکومت با رقص و شادمانی مختلف مردم دچار بحران ایدولوژیک می شود و این چیزی نیست که حتی برایش راه حلی داشته باشد تلویزیون جمهوری اسلامی مراسم ترقبازی را برای نفع کردن جوانان نشان می دهد ولی جرأت ندارد مراسم شادمانی و رقص مختلف مردم را نشان دهد علاوه بر این نیروی انتظامی با افراد ترقباز باز می توانست برای مقابله با آنها به اسم تأمین امنیت مقابله کند ولی مقابله با رقص و شادمانی مردم با چالش اجتماعی رو روبرو می شود. حکومت جمهوری اسلامی و روحانیون هیچ درکی از تحولات فکری جامعه و نیز رسانه های اجتماعی و نیز تغییرات بین المللی ندارند و معلوم نیست که با دید ریزش هواداران خود هنوز نمی دانند چگونه چرخش منعطف داشته باشد و مقابلی که با مردم با گذشته را در دستور کار قرار داده که سرانجام از شکست سنگین حکومت در برابر جوانان خواهد بود. مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود با اشاره به سقوط نرخ بیکاری در ایران از غیر فعال شدن بیش از 3.5 میلیون نفر نسبت به سال قبل خبر داده است. بر اساس گزارش این مرکز نرخ بیکاری به 7.6 درصد سقوط کرده است. یعنی تعداد بیکاران از 2,401,000 نفر در سال گذشته به حدود 3,530,000 نفر در پاییز سال جاری افزایش یافته است. این در حالی است که مقامات ایران همواره با ارائه گزارش های غلط سعی در القای این مطلب دارند که موزل بیکاری را حل کرده و مدعی کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در کشور شده تا پیش از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور در تعاریف هر فردی که در طول هفته دو روز کار میکرد جزء نیروی شاغل محسوب میشد اما پس از روی کار آمدن به این تعریف به داشتن یک ساعت کار در هفته تغییر داده شد و از این رو به رغم واقعیتهای جاری و افزایش کمی تعداد بیکاران در جامعه آمارهای رسمی بیانگر کاهش نرخ بیکاری در کشور بود چرا که بسیاری از افراد در زیر چنین تعریفی شاغل محسوب شده و از آمار بیکاران خارج میشدند تغییر آمار تنها مختص رئیس دولت ایران نیست و بسیاری از مقامات نیست با تحریف اطلاعات سعی در کتمان واقعیت دارند روز چهارشنبه 23 اسفند ماه انسی خزلی معاون رئیس جمهور در امور زنان که به تازگی از سفر نشست کمیسیون زن در نیویورک بازگشته است با اشاره به کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت زنان در ایران خواستار حمایت از زنان فلسطین و غزه شد وی در گفتگوی با خبرگزاری دولتی ایسنا گفت سیاست های خوبی در دولت سیزدهم شکل گرفته که از جمله آن می به اختصاص بودجه به زنان و خانواده و کاهش دو درصدی نرخ بیکاری و افزایش مشارکت یک درصدی نام برد. این مقام دولتی توضیح نداد که با وجود کاهش نرخ بیکاری چرا گزارش مرکز آمار از بیکار شدن سانی میلیون نفر در سالهای گذشته و در دولت سیزدهم حکایت دارد با این وجود یکی از مهمترین مطالبات ایران در سطح بینالملل را رفع فقر و توجه جامعه جهانی به زنان غذه و فلسطین نامید بر اساس تعاریف نسبت افراد بیکار که در جستجوی کار هستند و افراد فعال جامعه را نرخ بیکاری مینامند نرخ بیکاری تنها زمانی میتواند کاهش یابد که یا افراد در جستجوی کار شغل پیدا کنند یا شمار افراد فعال جامعه کاهش یابد بر طبق گزارش مرکز آمار ایران اتفاق دوم در ایران روی داده است یعنی بسیاری از نیروهای آماده به کار از یافتن شغل مایوس شده و بدین ترتیب افراد فعال کاهش پیدا کردند آرشیو مرکز آمار ایران نشان میدهد پاییز 1398 حدود 44.3 و دهم درصد از افراد 15 سال به بالا در کشور فعال بودند اما گزارش جدید این نهاد حکومتی نشان میدهد شمار افراد فعال جامعه تنها 41.5 درصد بوده. از طرف دیگر شمار افراد فعال جامعه نیز با افتی 520 هزار نفری به 26 میلیون و هزار نفر کاهش یافته است. به عبارتی ساده طی سال گذشته تقریبا 3.5 میلیون نفر در کشور به شمار افراد غیر فعال که نه کاری دارند و نه به دنبال کار می‌گردند اضافه شده است. اما از روی جزئیات منتشر شده در گزارش مرکز آمار ایران می توان تغییرات شمار بیکاران و شاغلان را نیز بررسی و تحلیل کرد که گویای واقعیت های بیشتری از بازار اسفار کار ایران است استان های لرستان، کوکیلویه و کرمان بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارند 43 درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند که با وجود 4 میلیون دانشجوی تحصیلات تکمیلی این رقم در سالهای آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت همچنین بیش از 90 درصد زنان بالای 15 سال هیچ شغلی ندارند و جزو جامعه آماری بیکاران هستند کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای اینکه بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سالهای اخیر مقامات ایران تنها وعده ایجاد شغل آن هم در عباد گسترده را دادند و هیچ اقدام عملی برای رفع بیکاری از سوی مسئولان صورت نگرفته است به نظر میرسد پایداری معضل بیکاری در کشور که یکی از اصلی ترین مطالبات مردم از حاکمیت است در سالهای اخیر و به خصوص در طول دوران دولت سیزدهم و پس از آن وضعیت دشواری را برای مراجع رسمی کشور به وجود آورده است. شاید به همین علت است که دولت مردان جهت رفع آن تنها به دستکاری در تعریف بیکاری جهت آمارگیری روی آوردند. با وجود آنکه مفسران و تحلیلگران اقتصادی همواره از افزایش روبرشت نرخ بیکاری ابراز نگرانی می کنند، اما دولت و در رأس آن ابراهیم رئیسی علا رقم وعده های انتخاباتی خود سعی بر وارون جلوه دادن این آمار ارقام دارند و گویی موزل بیکاری تنها با این دستکاری در آمار و یا دور زدن قوانین حل شدنی است. دولت مردان حاکم در سخنان خود سعی بر الغای موضوع دارند که موزل بیکاری و فقر در کشور در حال کنی است و به زودی به طور کلی ریشهکن خواهد شد به هر روی آنچه که از وضعیت کنونی جامعه برمیآید این است که با وجود روند روزافزون بیکاری تعطیلی کارخانجات و بنگاه های اقتصادی و همچنین خیلی عظیمی از کارگران و کارکنانی که روز به روز از کار خود بیکار می شوند در سالهای آتی به دلیل شرایط محیطی و محاتی روزهای سختی برای اقتصاد ایران در پیش خواهد بود و باید دید سرانجام این تنش‌ها و وضعیت اقتصادی و اوجگیری سیر سعودی تورم و بیکاری به کجا خواهد انجامید و چه تحولاتی را در جامعه در پی خواهد داشت. فروش یک بنای تاریخی که در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام بود نشان داد که سیاست های ستاد اجرایی که زیر نظر نهاد رهبری است حتی در مسائل مربوط به نگهداری و حفظ آثار تاریخی ایران هم منافع مالی را در نظر دارد و چگونه به میراث تاریخی کشور خیانت می کند. ستاد اجرایی فرمان امام دو کاروان سرای ثبت شده جهانی به نامهای های آهوان و کاروان سرای انوشیروان در سمنان را به مزایده گذاشته. آن هم به قیمت بسیار نازل 11 میلیارد و 7 میلیارد تومان. این فروش کاروان سراهای ثبت شده جهانی با این قیمت نازل حتی از قیمت یک واحد آپارتمان در تهران هم کمتر است. روزنامه جهان صنعت با تیتر اول خود که میتواند برایشان مسئله ساز شود این سوال را مطرح کرده که چگونه مالکیت این آثار تاریخی بایستی در دست ستاد اجرایی فرمان امام باشد و طبق قانون قاعدتا این آثار تاریخی باید تحت مالکیت وزارت میراث فرهنگی باشد که این اتفاق نیفتاده است سروش هاشمی از معاونان میراس فرهنگی گفته که قبل از انقلاب این دو کاروان سرا متعلق به خاندان ازادی بودند و بعد از انقلاب حکومت انقلابی به حساب اینکه خاندان ازادی نزدیک بوده یا رفت آمد داشته با دربار پهلوی آمده و مصادره کرده با آنکه آنان رابطه خاصی با حکومت نداشتند و فقط به همین عنوان در این چهل و پنج سال هم این کاروان کاروانسراها تحت مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام بوده و هیچ اقدامی هم برای مرمت و نگهداری درست از آنها نکردند الان هم که این را برای مزایده گذاشته قاعدتا وزارت میراث فرهنگی باید آن را میخریده اما وزارت خانه گفته ما فاقد چنین اعتباری هستیم این است که دارد به بخش خصوصی سپرده می شود هرچند بر اساس اصل 83 قانون اساسی بناها و اموال دولتی که در دسته ملی هستند بدون تصویب مجلس شورای اسلامی نمی توانند منتقل شوند یا به فروش برسند و اینها اثر نفیس محسوب می شوند اما الان ستاد گفته که این کاروانسراها آثار نفیس نیستند در حالی که یک باستانشناس تاکید کرده این دو کاروان سرا جزء اموال مردم محسوب می شوند و فروش و واگذاری آنها اشتباه و تخطی از قانون است ستاد اجرایی هم در زمان ریاست جدید فتا در حالی که میلیاردها دلار درآمد دارند و مالیات پرداخت نمی کنند فقط برای سودجویی میراث فرهنگی کشور را دارند به حراج می گذارند. این خبر که بسیار تکان دهنده بود ابعاد دیگری از فساد مالی و اقدامات خودسرانه ستاد اجرایی را دارد روشن می کند آنها منابع مالی صندوق توسعه را می گیرند به بانک ها دسترسی دارند هولدینگ انجام می دهند و معافیت مالیاتی دارند و علا رقم این حتی در حفظ میراث کشور هم حاضر نیستند در حد چند میلیارد تومان هزینه کنند و این چشمنداز جدیدی است در کشور. این جریان نشان می دهد که برخلاف شعارهای اینها حتی خامنه ای مسئلهش مسئله جمعآوری منابع مالی برای تغییر در سیستم و حفظ منافع نهاد رهبری است که بتوانند در حوزه های مختلف دستشان باز باشد از جمله کمک به نیروهای متعلق به جمهوری اسلامی مانند حماس، حزب الله و حسیهای یمن که سیاست مخرب جمهوری اسلامی را در منطقه به پیش ببرند برگزاری اسوشیتد پرس به مانور دریایی مشترک میان روسیه چین و رژیم جمهوری اسلامی پرداخته و مینویسد مقامات چین ایران و روسیه روز سهشنبه مانور دریایی مشترک خود را در دریای عمان یک آبراه حیاتی در نزدیکی دهانه خلیج فارس آغاز کردند فیلم پخش شده توسط تلویزیون دولتی چین و ویدئویی که توسط نیروی دریایی روسیه منتشر شده است رزمایش در حال انجام موسوم به کمربند امنیتی دریایی 2024 را نشان میدهد. خبرگزاری دولتی روسیه همچنین به نقل از وزارت دفاع این کشور گفته است این رزمایش شامل حضور کشتی های جنگی و هوانوردی است. روسیه گفته است که هدف از انجام این رزمایش امنیت و اقتصاد دریایی است و هدف اصلی این مانورها بررسی ایمنی های اقتصادی در آب‌های المللی است. بر گفته وزارت دفاع روسیه آرایش این کشور در این رزمایش توسط رزم ناو موشکی واریاک و از ناوگان اقیانوس آرام هدایت می شود نمایندگانی از نیروهای دریایی پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، عمان، هند و آفریقای جنوبی هم به عنوان ناظر این رزمایش حضور دارند در آن چین ناو موشک هدایت شونده ارومچی، ناوچه موشک هدایت شونده لینیی و کشتی تدارکاتی دان پینگو را برای شرکت در این رزمایش اعزام خواهد کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هم هدف از برگزاری این رزمایش را تحکیم امنیت و مبانی گسترش همکاری های چند جانبه میان کشورهای شرکت کننده در این رزمایش دریایی عنوان کرده است خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است مقابله با دزدی دریایی تروریسم دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی از دیگر اهداف این رزمایش است اسوسییتد پرس می نویسد از 20 کشتی شناورهای پشتیبانی و قایقهای رزمی از سه کشور و همچنین بالگردهای نیروی دریایی در این رزمایش شرکت دارند در گزارش تلویزیون دولتی رژیم جمهوری اسلامی به نقل از دریا سالار مصطفی تجدی سخنگوی این رزمایش عمق عملیات و مانور این رزمایش را 17000 کیلومتر مربع 6600 مایل برآورد شده است سوشیت پرس می دریای از سال 2019 شاهد مجموعه ای از حملات به کشتی ها بوده که آمریکا آنها را به گردن رژیم ایران می اندازد همچنین توقیف کشتی های توسط تهران به ویژه پس از فروپاشی توافق هسته ای این کشور با قدرت جهانی یک پنجم کل نفت مبادله شده از تنگه هرمز دهانه باریک خلیج فارس می گذارد. سه کشور در حالی این مانور دریایی را برگزار می کنند که حملات حوسی یمنی در دریای سرخ طی ماه گذشته رو به افزایش بوده است.